کجا مشغول تدریس شدید؟ عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم 10 سال اونجا، 10 سال 10 سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشد ایران که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه مند بودم که به هر دردی به خودمون را به بوم برسونیم که در شروع به حساب کمال مطالعه در نیازهای جامعه اسلامی و وضع حوزه علمی قوم کردم. مهمترین کمبودهایی که در برنامه حوزه وجود داشت در زمینه تفسیر قرآن و بحث‌های عقلی بود. در آن زمان شبهات مادی رواج یافته بود و نیاز به بحث‌های عقلی و فلسفی وجود داشت تا حوزه بتواند مبانی فکری عقیدتی خود را با براهین عقلی اثبات نماید. از سوی دیگر در محضر اهل علم تفسیر قرآن علمی نبود که نیازمند تحقیق باشد و پرداختن جدی به تفسیر در شأن کسانی نبود که در زمینه فقه و اصول متوهر بودند، بلکه تدریس تفسیر نشانه کمی معلومات به حساب می‌آمد. بحث درباره مسائل انتزاعی کلی میدونم، ما چه انتظاری از فلسفه برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی میتونیم داشته باشیم؟ از فلسفه به معنای خاص خودش نمیتوانیم توقع را داشت. انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه. چرا شعر گفتید؟ بله برای اینکه گاهی جنبه خیال جلوه می کرد و عرض کنم بیشتر تأثیر داشت، ما هم یه چند تا بیت شعری کسی رم نیست، یه چند تا بیت تهیه کردیم به نام شعر. شاعر خوبی بود، خیلی شعر داشت که بعضی از این خواننده ها اشعار ایشون رو از من گرفتن. بله خب مولا شعرش هست الان برای اون بخونید؟ بله بخونید یکی. همین گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، برون از این جرگ هوشیارها، به شادی و آسایش و خواب و خر ندارند کاری دلفگارها، کشیدن در کوی دلدادگون میان دل و کام دیوارها، جهلات ها رفت دیکن چه فرهاد ها کشته در کوه ها، جلاج ها رفته بردار ها در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برون از این حلقه
برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها. این شعر از خود علامه بود؟ بله بله. خب این شعرها رو خودشون هم میخوندن یا کسای دیگه این براشون میخوند؟ نه خودشون هم میخوند ولی آواز نداشتشون. بله. به صورت عادی بود؟ بله به صورت عادی. شعر زیاد داشتن که اعدام کردن، نمیخواستن که ایشون شاعر معروف باشن، اشعارشون رو پاروپوره کردن از بین بردن، دادن مستخدمشون ریخت تو رودخانه، اشعارشون از بین بردن، جز بعضی شعرها که دست مردم افتاده بود اونا مونده. و شعری که داشتین فکر میکرده یادتون نیومد؟ گفتید که در مورد از دل آقا حسین بود. بله اون یه بیتش رو میتونم شاید به یاد بیارم. گفت اون شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله‌ام راه فنا میپویم. مطلعش این بود، دنبالش یادم نیست. خیلی مؤثره. استاد شعری یادتون هست از اشعارتون؟ شاید یادتون باشه. من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دلی دریا بود. یه چند تای دیگرم